در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست. در مقابل این همه ظلم و جنایت یک ملت چه کار کنه؟ یک ملت غیور، یک ملت کهنسال، ملت فلسطین، ملت امروز و دیروز که نیست، یک ملت چند هزار ساله است. در مقابل این همه ظلم یک ملت چه واکنشی از خودش نشان بده؟ خب معلومه طوفان به پا میکنه، فرصت پیدا کنه طوفان به پا میکنه. مقصر خود شمایید ای ستمگران صهیونیست. عامل این طوفان خود شما هستید، خودتون بلا رو به سر خودتون آوردید. بدانند سران و تصمیم گیران رژیم غاصب و حمایت کنندگانشون که همین کار بلای بزرگتری بر سر اونها خواهد آورد. بدانند واکنش این ظلم ها سیلی سنگینتری بر رخسار زشت اونهاست. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنند. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم. ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند. اشتباهشون در همینه.